سلام، من هانیم و اینجا اتاق 13 به یک چهارشنبه جنایی دیگه خوش اومدید. پرونده‌ای که امروز می‌خوایم با هم بررسی کنیم رو من خودم نشنیده بودم، اون هم به خاطر قوانینیه که توی کانادا وجود داره در برابر کودکان مجرم. به خاطر همین هم عکس زیادی ازش نیست، ولی چیزی از عجیب و غریب بودن این ماجرا کم نمی کنه و میتونید با این پرونده مقایسهش کنید. خیلی از شما از من ایراد گرفتین، گفتین که چرا میگی حقش نیست هنوز زندان باشه، و فکر میکنم که شماها وقتی این پرونده رو بشنوید خیلی حرستون بگیره مثل من. بریم با همین پرونده جذاب رو شروع کنیم. آقای مارک زمانی که 26 سالش بود در سال 1990 با خانومش دبرا که 32 سالش بود در یک باشگاه بدنسازی با هم دیگه آشنا شدن. قبلا هر دوتاشون معتاد بودن، ولی خب به زندگی برگشته بودن، ترک کرده بودن و الان در کل زندگی تمیزی داشتن. این دوتا خیلی زود جذب هم دیگه شدن و عاشق هم دیگه شدن، بلا فاصله هم ازدواج کردن. آقای مارک به عنوان تکنسیان در میدانهای نفتی و گازی کار میکرد. خانم دبرا هم ماساژور بود و خب درآمد خودشو داشت. در سال 1993 اولین فرزندشون جزمین به دنیا اومد و 4 بعد جیکوب. جزمین تا قبل از 11 سالگی مثل همه بچه های همسن و سال خودش بود. به مدرسه کاتولیک ها میرفت، نمره های خوبی میگرفت، دوستای همسن و سال خودشو داشت، توی گروه شنا بود، تو گروه موسیقی بود، نقاشی میکشید و به نظر میومد اندازه یه بچه 11 ساله داره از زندگیش لذت میبره. اما شروع کرد به تغییر کردن. کم کم جذب خورده فرهنگ گاتا شد. حتما دیدینش توی این خورده فرهنگ رو توی سوشال مدیا. آرایشای تیره میکنن، خط چشمایی مثلا تیره میکشن، خیلی چیزی به خودشون وصل میکنن، لباسای عجیب و غریب تیره میپوشن و جزمین جذب این آدم ها شده بود. شروع کرد به تغییر کردن از 11 سالگی. شما فکر کنید مدرسه کاتولیک ها میرفت، میومد دامن کوتاه میپوشید، جورابای توری میپوشید، آرایش های غلیظ میکرد، کم کم نمره ها شروع کرد به افت کردن. و یه چیزی که خیلی اتفاق افتاده بود این بود که جزمین فقط 11 سالش بود و این آرایش ها، این مدل لباس پوشیدن ناخودآگاه سنش رو بالاتر نشون میداد. یعنی توی همین چند تا عکسی که مونده ازش شبیه یه دختر 11 ساله 12 ساله نیست، بیشتر شبیه دختر 16 ساله 17 ساله است. و همین هم باعث شد که با آدمهای بزرگتر از سن خودش بگرده، با پسرهای بزرگتر از سن خودش بگرده. و همونجوری که احتمالاً خودتون خوب میدونید توی کانادا، توی آمریکا با بچه‌ها دوست شدن، یعنی با افرادی که زیر 18 سالن دوست بشی، رابطه داشته باشی، جرم محسوب میشه. ولی خب جزمین انگار داشت این کارو انجام میداد. جزمین توی یکی دوتا از وبسایت هایی که متعلق به همین خورده فرهنگ گات هستش عضو شده بود و از خودش عکس های منتشر میکرد که من فکر میکنم همین عکس هایی که ما الان از جزمین داریم همون عکس هایی که توی همون وبسایت منتشر کرده از خودش. و یه چیز دیگه هم این بود که توی قسمت قهرمانانت، الگوهات، که مثلا الگوهات چه کسانی هستن، توی پروفایلش نوشته بود الگوی زندگیش جفری دامره یا چند تا قاتل زنجیره‌ای دیگه. خب برای یه بچه 11 ساله فکر نمی‌کنم چیز جالبی باشه که الگوت همچین شخصی باشه. در سال 2005 زمانی که جزمین 12 ساله بود توی همین گروه گات میگشت و با یه پسری به اسم جرمی توی گروه آشنا شد. در اوایل فقط با هم دیگه دوست معمولی بودن، ولی جرمی کم کم نزدیک شد به جزمین و
در سال 2006 اوایل 2006 به جزمین ایمیل زد و به جزمین گفت بیا دیگه دوست معمولی نباشی، بیا دوست دخترم باش. جزمین بهش گفت که ببین من 12 سالمه ها و اینکه خب تو 23 سالته، از لحاظ قانونی با مجرم محسوب میشیم اگه این کارو بکنی. جرمی گفت ما میتونیم این رو به عنوان یک راز نگه داریم بین خودمون و کسی از این مسئله چیزی نفهمه. و جزمین از اونجایی که عاشق جرمی شده بود قبول کرد و گفت که باشه مشکلی نداره. جرمی آدم عجیب و غریبی بود، آدم تاریک بود به اصطلاحی، ترک تحصیل کرده بود، درس نمیخوند، هنوز با مامان علی کلیش زندگی میکرد، از طرف پدرش، دوتا از پدرخونده‌هاش مورد آزار اذیت جنسی قرار گرفته بود و همه اینها توی روحیش تأثیر گذاشته بودن. چند باری خودکشی کرده بود و هر دفعه که میرفت پیش دکتر، پیش روانپزشک، روانپزشک براش افسردگی خیلی شدیدی تشخیص میدادن، میگفتن افسردگی خیلی شدیدی داره، ولی با این حال زندگیشو میکرد. یک دوست دختری داشت زمانی که 20 سالش بود، دختر 17 سالش بود. میگفت که من متوجه شدم جرمی بارها شبا بلند شده بوده و با خودش حرف میزده، انگاری که تو اتاق بوده و داشته با اون شخص حرف میزده، و یا این که من میدیدم روی بدنش داره خط میندازه، خودشو زخمی میکنه تا خون ببینه. جرمی از سن 13 سالگی یه شیشه خون کوچیک رو میبست دور گردنش و وقتی ازش میپرسیدن که خب تو چرا این شیشه خون رو بستی دور گردنت، میگفت که من برای زنده موندن احتیاج به خون دارم. و شما اینو در نظر بگیرین، جزمین 12 ساله این مسئله خیلی براش جذاب شده بود و به جرمی گفت که تو چرا برای زنده موندن به خون احتیاج داری؟ مگه خوناشامی؟ ولی جرمی گفت که نه، من خوناشام نیستم، ولی این یه رازه، بذار پیش خودم بمونه. خلاص جزمین خیلی پاپیچش میشه و در آخر جرمی بهش میگه که من یه گرگینه 300 سالم، برای همین احتیاج دارم که خون بخورم که زنده بمونم. و جزمین گفت واو، یه آدمی که گرگینه است ببین مده به من پیشنهاد داده، با من دوست شده، منو انتخاب کرده. و واقعا من فکر میکنم مزج اندازه مثلا یه بچه 12 ساله بوده فکر میکرده که این مسئله واقعیه، ولی خب در حقیقت اینجوری نبود. از یه طرف دیگه مارک و دبرا پدر مادر جزمین متوجه شده بودن، چون کسایی که زنگ میزدن به خونهشون به نظرشون نمیرسید که پسرهای زیر سن قانونی باشن، زیر 18 سال باشن، معمولا به نظر میومد همشون سن بالا هن و خب نگران دخترشون بودن. همه این نگرانی ها دست به دست هم داد که مارک کامپیوتر دخترش رو چک کنه و ببینه خب این دختر من داره چیکار میکنه که این آدما بهش زنگ میزنن. چک میکنه کامپیوتر رو و میفهمه که بله، جزمین با یه پسری به اسم جرمی که 23 سالشه دوسته و خب نگران میشن، با جزمین بحث میکنن، کامپیوترشو میگیرن و بهش اجازه نمیدن دیگه تنها بیرون بره، اجازه نمیدن که خونه دوستاش بره. جزمین فقط میتونسته بره مدرسه و برگرده خونه، ولی جزمین ظاهرا زرنگتر از این حرفا بوده، میرفته مدرسه، از کامپیوترهایی که توی مدرسه بوده و توی کتابخونه مدرسه بوده استفاده میکرده و به جرمی ایمیل میزده و رابطهشون رو از راه دور نگه داشته بودن با وجود اینکه نمیتونستن همدیگر رو ببینن. یه چند هفتهی به همین منوال میگذره تا آخر مارک و دبرا به دخترشون پیشنهاد دادن، به جزمین پیشنهاد دادن، گفتن ببریم پیش مشاور ببینیم میتونیم مشکلمون رو حل کنیم یا نه. و جزمین کاملا قبول کرد و گفت که خب بریم دیگه. و یک چند هفته آینده به نظر میومد رفتار جزمین بهتر شده، حرفای مشاور روش تأثیر گذاشته، همه اینا دست به دست هم داد تا دوباره کامپیوترش رو به جزمین برگردونن. ولی برای جزمین فرق نمی کرد، چون توی مدرسه هم ایمیل میزد به دوست پسرش، به جرمی ایمیل میزد، تا اینکه یک کنسرت راک برگزار شد و خانواده جزمین یعنی مارک و دبرا به دخترشون پیشنهاد دادن که همراهیش کنن توی این کنسرت. گفتن کنسرت هست ولی تو تنهایی اجازه نداری بری، ما خوشحال میشیم که تو رو ببریم. و این مسئله جزمین رو دیگه خیلی عصبانی کرد. شما در نظر بگیرین که
این آدم های گات که به نظر میان یاقی هستن، سرکش هستن و جزمی خودشو جزوی از اونها میدونه، الان با مامان باباش میخواد بره توی این کنسرتی که این آدم ها هستن و این براش مایه خجالت و شرمندگیه. ولی رو قبول کرد، چرا که جرمی رو خیلی وقت بود ندیده بود ولی میخواست ببیندش. با پدر مادرش رفت توی اون کنسرت و پدر مادرش تا به خودشون اومدن این ور اون ورشون رو نگاه کردن، جزمی نیست، غیبش زده. و خب حدس میزدن دیگه، یعنی اونا که دیگه بچه نبودن حدس میزدن چه خبره و این ور رو بگرد اون ور رو بگرد. آخر توی یکی از کوچه های پشت کنسرت، جایی که کنسرت برگزار میشد، تو کوچهش جزمین رو در حالی پیدا کردن که توی بغل جرمی بود و داشتن معاشقه میکردن توی کوچه. 100% که دبرا و مارک خیلی عصبانی شدن، دخترشون رو کشون کشون بردن خونه و دوباره کامپیوترش رو گرفتن، دوباره بهش اجازه نمیدادن جایی بره. ولی خب جزمین ایمیل میزد از مدرسه به جرمی و از همین نقطه دقیقا شروع شد که جزمی شروع کرد به یه حرفای عجیب غریب زدن به جرمی، به اینکه ما باید پدر مادرم رو بکشیم، ما باید از دستشون راحت بشیم، اونا دیگه نمیذارن من زندگی کنم. و جرمی استقبال کرد، شروع کرد به داستان سرایی، به حرف زدن در مورد اینکه دوست داره گلوی پدر مادر جزمین رو ببره، دوست داره از خونشون مصرف کنه. در 16 مارس 2006 جرمی به جزمین ایمیل میزنه و میگه فیلم قاتلان بلفطره رو ببین، یه عاشقانه تمام عیاره. و این فیلم قاتلان بلفطره داستان یه زوج رو روایت میکنه که از لحاظ روانی مشکل دارن و میزنن میکشن یه عالم آدم رو. و خب جرمی به جزمین پیشنهاد میکنه این فیلم رو ببینه. در 20 مارس 2006 یعنی 2-3 روز بعدش جزمین ایمیل میزنه به جرمی و میگه من این فیلم رو دیدم، نقشه خیلی خوبی داره، داستان ما از کشتن پدر و مادرم شروع میشه و با زندگی با تو به تموم میشه. و خب الانن داره میگه که یعنی بیاین پدر و مادرم رو اینجوری بکشیم. روز بعدش جرمی بهش ایمیل میزنه میگه آره پلن خوبیه، نقشه خوبیه، ولی ما باید یه ذره خلاقیت داشته باشیم برای این مسئله. و جرمی شروع میکنه به حرف زدن، به داستان سرایی در مورد این مسئله توی فضای سوشال مدیا که خب یه تیکش رو من براتون میخونم کوتاه، ببینیم چی میگه. اجاره معشوق من کاملا ناعادلانه است. اونها میگن که بهش اهمیت میدن، اونها نمیدونن که چه خبره. منظورش از اونها پدر و مادر جزمینه دیگه، متوجه شدین؟ اونها فقط وانمود میکنن، همونطور که حرص و طمع اونها همچنان تحلیل میره، جزمین به آرامی داره دیونه میشه. جزمین همچنین تشکر میکنه که من به زندگیش اومدم تا به اون کمک کنم، اون چی رو که سعی میکنه فریاد بزنه رو متوقف کنم. کلن مزخرفه، من میخوام گلوی اونها رو ببرم، اونها از کارهایی که کردن پشیمون خواهند شد، مخصوصا وقتی که ببینم اونها رفتن. اونها باید بهای گستاخی خودشون رو بپردازن، سرانجام باید سکوت بشه، خون اونها بهاش خواهد بود. در 22 آپریل 2006 خانواده جزمین، یعنی مارک و دبرا و جزمین و جیکوب، توی حیات خلوتشون دور هم دیگه جمع شده بودن و کباب می زدن، غافل از اینکه دختر 12 سالشون نقشه قتلشون رو کشیده. اون روز جرمی کل روزش رو به مواد زدن گذرون، ودکا خورد، ماریجوانا زد، قرص اکس خورد و حالش دست خودش نبود. حتی رفت یکی از دوستاش گفت که من امشب قراره برم پدر مادر دوست دخترم رو بکشم، میای کمکم کنی که من تنها نرم، باید 3 نفر رو بکشم. و دوستش گفت که نداداش من نمیتونم بیام کمکت کنم، کار درستی نیست. و خب استرس جرمی خیلی بالا بود
ساعت حدود ساعت 3:30 نصف شب سوار ماشین شد و توی یه پمپ بنزین نگه داشت، رفت از اونجا آدامس خرید، چرا که جزمین مزه دهنش رو وقتی سیگار میکشید دوست نداشت، برای همین آدامس خرید و رفت سمت خونه جزمین. وقتی رسید اونجا با سنگ زد به شیشه اتاق جزمین و جزمین متوجه شد که جرمی رسیده، در خونه رو یواش براش باز کرد و جرمی رفت توی زیرزمین. اونجا یکم سر و صدا کرد، دبرا از خواب بیدار شد و خب فکر میکرد که جزمین یا کسی رو از آورده خونه داره باهاش رابطه جنسی برقرار کرده یا خودش داره میره بیرون. برای همین رفت توی زیرزمین و دید که یه مردی که ماسک پوشیده، به صورتش ماسک زده، چاقو به دست بهش حمله کرد و تا میخورد چاقو زد به دبرا. 12 ضربه چاقو بهش زد و جرمی داد میزد که بمیر بمیر و ضربه های چاقو رو پشت سر هم میزد. از این سر و صداها مارک هم از خواب بیدار شد و نمیدونست چه اتفاقی افتاده، سر راش یه دونه پیچگوشتی هم بود، اون رو برداشت و رفت توی زیرزمین که ببینه چه خبره و دید یه آدمی که لباس سیاه پوشیده که همون جرمی باشه داره به زنش رو با چاقو میزنه. خب بهش حمله کرد، با هم گلاویز شدن، این اونو زد اون اینو زد، حتی مارک یه بادمجون رو چشم جرمی کاشت، ولی خب در آخر مغلوب شد و تا خورد جرمی بهش چاقو زد. گفته شده 24 تا ضربه چاقو بهش زده و در آخرین لحظه که دیگه مارک مغلوب شده بوده و هیچ کاری ازش بر نمی اومده، این گفته چرا داری این کارو میکنی؟ و جرمی گفته که دخترت خواسته، دخترت گفته که اگر منو دوست داری این کارو بکن، برای همین من مجبورم تو رو بکشم. و بعد در تمام این مدت زمان جزمین بالای پله های زیرزمین وایساده بوده و شاهد قتل پدر و مادرش بوده، خیلی ریلکس. بعد از اینکه قتل تموم میشه و مطمئن میشن که اونها مردن، میرن طبقه بالا توی آشپزخونه، همدیگر رو بغل میکنن، میبوسن، ولی صدای جیکوب میاد که جزمین رو صدا میزنه که بپرسه چه اتفاقی افتاده، چه خبره. جزمین میره طبقه بالا، جیکوب رو میبره توی رخت خوابش، نازش میکنه و در کسری از ثانیه دستش رو میکنه زیر گردن جیکوب تا جیکوب رو خفه کنه. ولی خب درسته جیکوب 8 سالش بوده، ولی میتونه خواهرش رو بزنه و فرار کنه بیاد توی راه رو. جزمین موقعی که میبینه این اتفاق افتاده، چاقویی که همراهش بوده از توی آشپزخونه برداشته بوده رو به بدن برادرش میزنه، چاقو میکنه برادرش رو، 5 ضربه چاقو میزنه و بعد برادرش رو از توی راه رو بغل میکنه، میذاره توی تخت خوابش و برای اینکه مطمئن بشه برادرش مرده، گردنش رو گوش تا گوش میبره. جزمین بعد از قتل برادرش چاقویی که با اون برادرش رو کشته بود رو شست، گذاشت روی اوپن آشپزخونه و به جرمی گفت که تو بیرون وایستا تا من وسایلم رو جمع کنم و با هم بریم. و خب وسایلشون رو جمع کردن و با هم زدن بیرون و رفتن خونه جرمی و بعدش هم از اونجا لباساشون رو عوض کردن، دوش گرفتن، لباسا رو بردن خارج از شهر یه جای دیگه ول کردن و چاقو هم همونجا انداختن و بعد رفتم با هم دیگه مهمونی. و خب برای کسی که 1-2 ساعت پیش پدر مادرش رو کشته، یه ذره حداقل یه استرسی، یه ناراحتی، هیچی توی چهرهشون نبود و به قدری توی اون مهمونی رفتارهای جنسی با هم دیگه انجام میدادن که صاحب اون مهمونی اومد گفت که ببین اینجا جلوی جمع خوب نیست، یه اگه میخواین کاری بکنین باشین برین تو اتاق، اینجا چی جلوی همه وایستادین فیلم را انداختین دارین یه کاری انجام میدین. و حتی توی اون مهمونی جرمی و جزمین رجز خونی کردن و گفتن که ما آره پدر مادر جزمین رو کشتیم و جزمین خندید و گفت که داداشم خرخر میکرده موقعی که خونه از گلوش میزده بوده بیرون و
و اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. بازم دارم بهتون میگم جزمین فقط 12 سالشه. در 23 آپریل حدود ظهر بود، ساعت 1:30 بعد از ظهر بود که گرت 6 ساله تصمیم گرفت که بره با دوستش جیکوب 8 ساله بازی کنن با هم دیگه. رفت در خونهشون، در زد، در باز نکردن، ماشینشون هم بود و عجیب بود که هیچکی در خونه رو باز نمیکنه. از پنجره های خونه نگاه کرد، هیچ کس رو ندید داخل خونه. یه پنجره هم بود که به زیر زمین میخورد. وقتی سرش رو کرد و نگاه کرد، یه بدنی دید و یه عالم خون که روی زمین ریخته بود و خب ترسید. واقعا حتی بچه 6 ساله هم اون تصویر رو دیده ترسیده. بودو بودو رفت خونه شون و به مامانش گفت که آره من همچین چیزی دیدم. مامانش فکر میکرد که داره چرت و پرت میگه. دست بچهش رو گرفت و با هم رفتن که خونه همسایه رو چک کنن و از پنجره که نگاه کرد، مارکو دید که به صورت روی زمین افتاده، پر خونه همه جا، دوتا پای دیگه هم دید که فکر میکرد دبراه و خب ترسید دیگه. با 911 تماس گرفت و اعلام کرد، گفت که به نظر میاد اینجا یه اتفاق افتاده باشه و خب کارگاه ها اومدن، پلیس اومدن، 3 نفر از اعضای یه خانواده به قتل رسیده بودن. در ابتدا فکر میکردن که یه قتل و خودکشیه، به خاطر اینکه پیچ گوشتی رو کنار مارک پیدا میکرده بودن، فکر میکردن که مارک در ابتدا همسرش و پسرش رو کشته و بعد خودکشی کرده. ولی خیلی زود منصرف شدن، چون هر چی که نگاه میکردن به نظر نمیمد درگیری توی خونه اتفاق افتاده باشه، توی زیرزمین اتفاق افتاده بود و از اون مهمتر یه عکس خانوادگی دیدن که پدر، مادر، پسر که اینجاست جیکوب و دخترشون گمه. الان این دختر کجاست؟ و حدسشون این بود که احتمالاً یک نفر اومده اعضای خانواده رو کشته و بعد جزمین رو دزدیده و رفته و الان دیگه سناریوی قتل و آدم دزدی بود. از یه طرف دیگه اونا تونستن لکه های خون روی پریز برق پیدا کنن که برق اتاق روشن خاموش کرده بودن تو اتاق جزمین و میگفتن که اگر غریبه باشه هیچ وقت همچین ریسکی نمی کنه که چراغ روشن خاموش کنه که توجه جلب بشه. کسی که این قتل رو انجام داده آشناست و خب الان دیگه براشون علامت سوال بود که جزمین کجاست، کی این قتل رو انجام داده. اولین کاری که کردن رفتن مدرسه جزمین، میخواستن وسایلاش رو چک کنن ببینن که چه خبره، آیا میتونن اطلاعاتی کسب کنن که ببینن شاید جزمین با کسی مشکل داشته. کارگاهی رفت اونجا، از مشاور مدرسه پرونده جزمین رو خواست و دید یه پرونده خیلی گنده داره، یه عالم اطلاعات در مورد جزمین هستش که رفتارهای اشتباه انجام میده، کارهای اشتباه انجام میده، از مدرسه فرار کرده، نوع آرایشش، نوع لباس پوشیدنش و همه اینها هی شک برانگیزتر میشد. تا اینکه در کمد جزمین رو باز کردن توی مدرسه، کارگاه همینجوری که داشت برگه میزد لای دفترهای جزمین، یهو از لای یکی از دفترها یه برگه افتاد روی زمین. کاغذ رو که برداشت نگاه کرد، دید که به نظر میاد اعضای یک خانواده توی خونه دارن میسوزن توی آتیش، جزمین انگار خونه رو آتیش زده، بعد میاد کنار دوست پسرش وای میسته و آتیش دادن خانوادهش رو داره نگاه میکنه. شاید مسخره باشه ولی کاراگاه اونجا دیگه جزمین براش یک فرد گم شده نبود، یک آدم مظنون به قتل بود با اینکه فقط 12 سالش بود. در این بین اخبار کشته شدن خانواده جزمین هم داره منتشر میشه توی روزنامه ها، توی تلویزیون و همه جا دارن در موردش حرف میزنن که یعنی چه کسی این خانواده رو کشته، دخترشون رو هم دزدیده و خب از یه طرف دیگه هشدار رو فعال کرده بودن که یه بچه گم شده. شاید جزمین الان نقشه قتل 3 نفر رو کشیده باشه ولی هنوز کودک محسوب میشه و یک هشداری رو براش فعال کرده بودن که هر کسی جزمین رو دید با پلیس تماس بگیره و خب پلیس هم باش تماس گرفتن و جزمین رو پیدا کردن ولی نرفتن دستگیرش کنن.
یه مدت چکش کردن چون هنوز مطمئن نبودن که جزمین قاتله یا نه، میخواستن رفتارش رو ببینن. جزمین و جرمی هم تصمیم گرفتن با یکی از دوستاشون فرار کنن. رفتن پشت کامیونی که از دوستاشون قایم شدن و با هم رفتن. این دوستشون توی پمپ بنزینی ماشین رو نگه داشت رفت بنزین بزنه، به طور اتفاقی روزنامه رو دید که نوشته پدر و مادر جزمین و برادرش کشته شدن و جزمین هم گم شده. روزنامه رو میگیره و میبره میده به جزمین، میگه که پدر و مادرت کشته شدن، میدونی الان دارن دنبالت میگردن. و جزمین شروع میکنه به خندیدن، میگه آره این اتفاق افتاده. این دوسته یکم شک میکنه به جرمی، چون جرمی دور چشش کبوده و با خودش میگه که احتمالاً اینا این کارو کردن. حالا این دیگه نمیره گزارش بده، ولی پلیس همونجا میریزن و میگیرن، دستگیرشون میکنن و میبرنشون توی زندان که ازشون حرف بکشن و باهاشون صحبت کنن. در هم درجه اول جرمی و جزمین به قتل اعتراف میکنن، میگن که بله ما کشتیم، پدر و مادرم خیلی منو اذیت میکردن، نمیذاشتن من زندگی بکنم، من حتی به مشاور مدرسه گفتم منو برای فرزند خوندگی بذارن، اونا نمیذاشتن آب خوش از گلوی من پایین بره، برای همین من کشتمشون. بعد به جزمین گفتن خیلی خوب پدر و مادر تو کشتی، چرا برادر جیکوب رو کشتی؟ گفت که خب پدر و مادرم رو کشته بودم، کی میخواست از جیکوب نگهداری کنه؟ من در حقش لطف کردم که کشتمش، اون نمیتونست دیگه زندگی کنه. پلیس اومد حرفار کشید، اعترافات رو داشت، ولی جزمین کودک بود. درسته که جرمی جز بزرگ سالان محسوب میشد، ولی جزمین هنوز کودک بود. یه سری نامه هم بین اون و جرمی رد و بدل شد که با هم صحبت کرده بودن، خوشحال بودن که این کارو کرده بودن، برای بعد از اینکه از زندان بیان بیرون نقشه کشیده بودن. حتی توی یکی از نامه ها جرمی خواستگاری کرد از جزمین و جزمین قبول کرد و اصلا گاه هیچ اتفاقی نیفتاده. ولی کم کم که اینها به دادگاه رفتن، جزمین به نظر می اومد متوجه شده باشه که قضیه جدیه، که امکان داره بره زندان، امکان داره اعدام بشه، و شروع کرد گفت که جرمی منو مجبور کرد، من نمیخواستم این کارو بکنم. بعد دادگاه بیش گفت خانم محترم، شما 12 سال در رابطه جنسی کامل با این آقا داری، چجوری مجبورت کرده؟ گفت نه من رابطه جنسی داشتم به خاطر اینکه میخواستم جرمی رو آروم کنم، اون یه گرگینه 300 ساله است، نمیخواستم که منم بکشه، برای همین این کارو کردم. یعنی هنوز باور داشت که جرمی گرگینه 300 ساله است، ولی خب دادگاه حرفش رو باور نمیکرد. از یه طرف که شروع کرد به گریه کردن، دادستانا اینا میگفتن گریه هاش خیلی نمایشیه، این آدم حتی در طول این دادگاه یک بار معذرت خواهی نکرده، یک بار پشیمون نبوده برای کشتن پدر و مادرش، اصلا براش مهم نیست. در 8 نوامبر 2007 جزمین در 3 قتل متهم شناخته شد و بالاترین حکمی که برای بچه ها بود رو گرفت، یعنی 10 سال زندان. و بعد از اون 4.5 سال رو از این 10 سال رو در یک مرکز روانپزشکی بستری بود، تحت نظر اونها بود، و بعد به شرط و شروطی آزاد شد، کالج رفت و تونست دانشگاه بره و در سال 2016 برای همیشه از زندان آزاد شد. هویت جزمین الان نامعلومه، اسمش رو عوض کردن، عکس نداریم ازش که مثلا داره چی کار میکنه، و طبق قوانین کانادا اگر تا 5 سال هیچ جرمی انجام نده، این 3 قتلی که کرده برای همیشه از پروندهش پاک میشه و انگار که هیچ کاری انجام نداده. و به همین راحتی، یعنی 3 نفر رو کشت و الان داره زندگیش رو میکنه و مطمئنن اگر از سال 2016 تا الان که 5 سالش بود شده قتلی انجام میداد، ما میفهمیدیم یا کاری انجام میداد. به هر جهت جرمی هم در هر 3 قتل متهم شناخته شد و از اونجایی که بزرگ سال بود تا
سال 2031 باید در زندان باشه، یعنی اشد مجازات، و اگر سال 2031 میتونه برای درخواست مشروط برای آزادی از زندان درخواست بده. آیا بشه؟ آیا نشه؟ از یه طرف یه عده اومدن گفتن که بابا جزمی نقشه قتل رو کشیده، چرا جرمی باید این همه مثلا به زندان محکوم بشه؟ بعد جزمی الان داره آزاد برای خودش زندگی میکنه. ولی گفتن که نه، حتی اگر اون هم این کار رو کرده، جرمی دو نفر رو به قتل رسونده. درسته که قتل جیکوب رو گردن نگرفته، ولی دو نفر رو الان هم به قتل رسونده. بعد خانوادهش مادن گفتن که آره، جرمی توی موقع که جنین بوده مادرش الکل مصرف میکرده، از لحاظ عقلی شاید سنش بالا رفته ولی از لحاظ عقلی کامل نیست و شما نباید همچین مجازاتی بهش بدین. ولی خب دادگاه قبول نکرد و این پرونده به همین تلخی تموم شد. حالا من میخوام نظر شما رو بدونم، به نظرتون حکمی که برای جزمین دادن قابل قبول بود یا نه؟ یعنی یه بچه‌ای که توی 12 سالگی میتونه اینقدر خبیث باشه، آیا میتونه عوض بشه؟ وقتی نقشه قتل 3 نفر رو بکشه فقط 12 سالش باشه؟ نظر شما چیه؟ برای من نظرتون رو کامنت کنین. همچنین اگه دلتون میخواد که از ما حمایت کنین، باید حتما ما رو سابسکرایب کنین. خیلی ممنونم که منو تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.